سنترال افغانستان بنام خداوند بخشاینده و مهربان درود بر شما بنینده و شنونده سنترال افغانستان هستین امروز 27 سپتامبر سال 1402 هجری شمسی و 18 سپتامبر 2023 میلادی است توجه شما جلب می کنم به مهمترین خبرهای افغانستان از برایت گرفتن رئیس شرکت بریشنا خواهیم گفت که چند پیش ویدیوی از لوات او با محافظش منتشر شد اما اکنون دادگاه طالبان میگوید که این ویدیو جعلی است و برای تهمت زدن ساخته شده بود همچنان از حمله جبهه آزادی بر موازه طالبان در پروان خواهیم گفت که پنج تن از اعضای طالبان کشته و زخمی شده است و اما خبرها را از دو ساله شدن ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان آغاز میکنیم به سهفتو می دومین سالگرد ممنوعیت رسمی آموزش دختران در افغانستان توسط گروه طالبان است دو سال پیش در چون روز وزارت معارف طالبان با نشر اعلامیه رفتن دختران به مکتب را ممنوع اعلام کرد. دو سال پیش در چنین روزی بود که طالبا دختران را در واقع از آموزش محروم کرد. نصف جمعیت افغانستان را. میلیون ها دختر رویایشان به خاک یکسان شد. طالبان گفتند که ممنوعیت ممنوعیت مقتعی است و بزودی همه می که درس بخورند. ولی اکنون دو سال از آن وعده میان خاله می گذرد و دختران افغانستان هنوز نتوانستند بر رویایشان که همان رفتن مکتب و آموزش علم و دانش است برسند ظاهرا تا بقای طالبان به عنوان یک رویا برای دختران این سرزمین خواهد ماند اکنون که من این متن خبر را میدانم میخوانم نمیدانم که واقعا بر دختران افغانستان آنانی که بار دیگر آن روز به خاطرشان میآید و هر روز میبینن که پسران میرن و دختران نمیتوانند به مکتب بروند در فکرشان چی میگذرن و چه حال و احساسی دارن در طی این دو سال مکررا شهروندان افغانستان، علمای افغانستان، سیاستمداران افغانستان، دختران افغانستان، پدران افغانستان از طالبان خواست است که در های مکاتب و دانشگاه ها را بر روی دختران باز کنند اما طالبان جوابشان همواره نبوده و گفته است که این دستور اسلام و دستور خدا است و بر اساس شریعت این تصمیم را گرفته است. کشورهای منطقه و جهان، کشورهای اسلامی، کشورهای غیر اسلامی، سازمانهای بین‌المللی، سازمانهای داخلی و سازمان ملل متحد نیست بارها خواهان ممنوعیتی چون این فرمان ها شده و گفته فرمان باید لغو شده اما گروه طالبان به هیچ کس و خواست هیچ فرد و جریان و کشور اعتنای تا به حال نکرده و هموشان را و تفکر خودشان را بر مردم افغانستان تحمیل میکنند در حال, اف... در حالی حاضر افغانستان تنها کشوری است که دختران در آن به رسمی از رفتن به مکتب دانشگاه من هست و از دیدی کارشناسان و مردم افغانستان این آپارتاید جنسیتی است و باید از سوی جهان به شناخته شود که متاسفانه به رسمیت شناخته نشده است. آنتونی گوتریش در کل سازمان ملل متحد به مناسبت دو سالگی محرومیت دختران از تحصیل و آموزش گفته است که این کار در واقع نقض غیرقابل توجه حقوق بشر است و باعث دراز درازمدت برای کل افغانستان می شود سازمان افه بین الملل نیز به مناسبت دو سالگی ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از سنف ششم از سوی طالبان می گفت است که رویاها و آینده هزاران دختر در افغانستان در خطر است اما واقعا چرا طالبان بازاران و دختران افغانستان چون مشکلات دارند آنها چی می خواهند دنبالی چی هست اکنون بر دختران افغانستان چی می گذارد؟ این را فقط یک دختری می که از آموزش و تحصیل محروم بر اساس یک سندی که به تازگی در شبکه اجتماعی نشر شده است دادگاه طالبان یا البته مشخصا بگیم دادگاه نظامی طالبان ملا احمد رئیس شرکت برق کابل را از اتهام همخوابه و لواطت با محافظش تبرئه کرده و گفته است که این ویدیو جعلی است طبق این سند که در شبکه اجتماعی نشر شده دادگاه طالبان گفته است که بعد از بررسی و تحقیق مشخص شد که این ویدیو جعلی است دادگاه طالبان نوشته است که پس از معلومات و تحقیق مشخص شد که فیلمی که برای تهمت زدن به ملا احمد در شبکه اجتماعی منتشر شد جعلی و دروغ ثابت شده و ملا احمد براعت حاصل کرده است البته این گروه نگفته که چطوری ما مطمئن شدیم و تحقیق کردیم که این ویدیو جعلی هست خبر بعد این که در حالی که افغانستان با فقر گسترده دست و پنجه نرم می کند سازمان جهانی غذا میگوید ممکن است از افغانستان برود سندی مکین مدیر اجرای برنامه جهانی غذا گفت است که این برنامه بودجه کافی برای پشت سر گذاشتنی حتی ماه اکتبر در افغانستان ندارد اگر بودجه اگر بودجه قابل نیاز و کافی تامین نشود اونا مجبور است که افغانستان را ترک کند او در گفتگوی با شبکه خبری ای بی سی آمریکا این موضوع را مطرح کرده و گفته است که ما در طول 60 سال گذشته با بدترین شرایط دست و پنجه نرم میکنیم خانم مکین افزوده است که ما در وضعیت نامد کننده هستیم و همهگیری کرونا تغییرات آب و هوا و جنگ را از دلایل کاهش بودیجه برنامه جهانی غذا دانست است مدیر اجرای برنامه جهانی غذا علاوه کرده است که این سازمان مجبور به کاهش قابل توجه کمکهای خود در کشورهای مانند افغانستان بنگلادش جمهوری دموکراتیک کنگو هایتی اردن فلسطین سودان, جن... سودان جنوبی البته سومالی و سوریه شده است او افسوس است که برای آنان در واقع یک مشکلی بسیار جدی هست که نمیدونه واقعا چه کار بکنه افسوس است که برنامه جهانی غذا در افغانستان پول کافی برای پشت گذاشتن یک چبر ندارد جاپیا زاده افغانستان گفته است که در حمله اعضایش به قرارگاه طالبان در منطقه دو سرکه ولسوال بکرام ولایت پروان سه عضو طالبان را کشته و دو نفر را زخمی کرده و همچنان دو اراده موتر طالبان را هم در درگیری آسیب رسانده است طالبان تا به حال در این مورد اظهار نظر نکرده اما جبهه آزادی گفته است که این حمله شب گذشته ساعت یک و نیم به وقت محلی انجام شده است در آستانه نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان رضا اوتان بایوا فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس سیونما با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار و گفتگو کرده است یونما ما شام امروز دوشنبه 27 سنبله با نشر اعلامیه گفته است که این دیدار بخشی از مشورات های گسترده برای نشست هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان است نماینده سیاسی سازمان ملل متحد گفته است که یونما با تعامل سازنده و اطمینان از شنیدن صدای همه افغانستانی ها متحد است یونما جزئیات بیشتر در مورد این دیدار نداده و طالبا هم چیز خاصی نگفته است و خبر اخیرا که وزارت داخلی طالبان میگوید که سفیر چین در افغانستان با سراج حقانی دیدار کرده است به نقل از وزارت داخلی طالبان جاوشین گفته است که چین به با استقلال باورها و فرهنگ افغانستان احترام کامل دارد این در حالی است که کشورهای زیادی خواهر تقرات در سیاست طالبان هستند و هستن اینکه که طالبان باید زنان و دختران را برشان حق قائل شود و برشان اجازه تحصیل و کار به تبع همچنان افغانستان را شریک باید در قدرت بکنه ما طالبان به خواسته های دنیا توجه نکرده است مهمترین اختلاف طالبا و جهان و مردم افغانستان همین حکومت تقاومی و تک و همچون محرومیت کامل زنان از تمام فعالیت ها و حقوق اساسی و شهروندشان هست از توجه به همراهیتون با همراهی سنترال افغانستان جهان سپاس اگر از درچه فیسبوک بنید دستین خواهش میکنم به اشتراک بمانید و اگر در یوتیوب بجمع پیوستین سابسکرایب بکنید و به اصطلاح عام زنگوله را بزنید تا ویدیوهای بعدی را از دست ندهین خدا نگهدارتان با. Central Afghanistan Central Afghanistan